اگر میخواید که این چک باکس چطور پروگرام شده، پس این ویدیو رو تا آخر دنبال میکنید تا بدانید که شما هم چطور میتونید به شکل یک چک باکس آماده بکنید. وقتی که بالاش کلیک میکنید، پسورد به شکل متن موازی برتان نشان میده، و اگر میخواید به شکل استار نشان میده، پس برای چک باکس به شکل استار برتان نشان میده. اگر میخواید که رفت یاد بگیرید طریقه شه و کد شه، پس ویدیو رو تا آخر دنبال کنید. امپلای دیتابیس را باز میکنید نخواست. خب ببینید، فعلا ما میخواییم کمی اکسس دیتابیس یعنی ورودی بستیم و لاگین فرم خود را دیگه هم پیشرفته‌تر بسازیم و یک گزینه دیگه هم اضافه بکنیم. وقتی که بالای زمان کلک میکنیم در این قسمت رمز بر ما نشان بده. یک چیز دیگر را متوجه باشیم، من فعلا اینجا نشان میکنم این به شکل یعنی پلین تکس یا نموی تکس بسار متن واضح میه، اول ما میخواییم که به شکل استار تبدیل بکنم و ای از وسط باید نشته شد. پس میایم از قسمت در قسمت دیزاین ویو میایم، ارتیز انتخاب میکنیم، میایم از قسمت فارمت ایره در وسط میگیم تکستش، و بعد از اون بخش رمز ورودی انتخاب میکنیم، میایم در قسمت دیتا و از این قسمت انپوت ماسک بالای سه نقطه کلک میکنیم و از اینجا میایم بالای از این سه ستاره کلک میکنیم، نکس میگیم و فنش. بعد از اون کنترل دبلیو اس کیبورد رو فشار میدیم، ایره سیو میکنیم. حالا دوباره وقتی که من فرم رو باز بکنم، اگه من دیگه نشون میکنم یوزر نیم رو به شکل پلین تکست یعنی متن بسیار واضح میام و بخوام پسورد خانش را بکنم و شکل استار میام. حالا من میخوام یک گزینه دیگه هم باشه که دو وقتی که بالای زمان کلک میکنیم استار به ما به شکل پلین تکست یا تکست واضح بر من نشان میده. وقتی که ان چک میکنیم بعد به شکل استار به ما نشان میده، چون بعضی وقتا ما میخوایم پسورد خود ببینیم که ما پسورد خود دقیق در کردیم یعنی به خاطر سکیوریتی بیشتر، چون اگه در اطراف شما کسی باشه نباید بفهمه که پسورد شما چی است. اگه به شکل واضح نشته باشه باز میفهمه که پسورد شما چی است. به خاطر زیر استار اگه بانین باز اونا دیده نمیتونه که در اسکرین شما چی نشته شده است. حالا وقت من باید ورود بستون کلیک بکنم، اکسس گرانت میشه، اوکی، و من صفحه باز میشه. خب میایم دوباره در قسمت دیزاین ویو میایم، فرم خود کم پایین تر میاریم و کمک بزرگ میسازیم فرم خوده. شما میخواییم در قسمت بالای همین بطن اینجا یک چک باکس رو بانیم، میایم از این قسمت بالای چک باکس کلیک میکنیم و یه دقیق قسمت دیگه درا میکنیم، به شکل ترسیمش میکنیم، لیبل شد اینجا دریت میکنیم و خود با میایم یک لیبل دیگه دقیق قسمت انتر میکنیم و یک لیبل نشنا میکنیم که نمایش پسورد. میایم میره فارمت میکنیم، متنش فونتش و رنگش را تغییر میدیم، از قسمت فرمت میم بکگراندش را به شکل میگیریم، فونتش را سیاه میسازیم و تکستش هم از این تکست که انتخاب میکنیم و کمکار سایزش هم کلامتر میسازیم و ایده ده وسط میمانیم به شکل. خب حالا میم ایره دوباره باز کنترل دبل اس کیبورد فشار بدین، ایره سیو بگین، دوباره فرم باز میکنیم. حال دقیق قسمت ببینید فعلا بر من آمده. حالا اگه من اینجا نشته کنم، مثال یوزر نیم خود دقیق قسمت اگه من نشته کنم، پسورد رو نشته میکنم، اما اگر وقت ما فعلا یه انچک است، اگر من ایده چک بکنم یا انچک بکنم ایش کنم تغییرات نمید، چون من روزی پروگرام نکردیم یا کود نکردیم. حالا میمیره کود میکنیم، وقتی کنم بالای از ایره مثلا اگر من چک کردم در قسمت من پسورد رو نشان بده و اگر من ایره انچک میکنم پسورد رو من نشان داده نشه. حالا میمیره خروش میگیم از قسمت میم در قسمت دیزاین ویدو باره میم میم بالای اول متوجه باشین وقتی که بالای تکست باکس کلیک میکنین در قسمت ادر سگ بین نیم از این پسورد باشه، این نیم بایدتان باشه که این نیم بعدا ضرورت تمام میشه که باید پسورد باشه نیم امی تکس باکس ما. حالا میم در قسمت بالای زیم کلک میکنیم، نیم از دیم چین میکنیم، از این قسمت نشان میکنیم چک باکس. بعد از اینکه چک باکس نشان کردیم دوباره میم در قسمت ایونتس آن ماوس داون، یعنی وقتی که ماوس بالای زیم فشار داده شد، یعنی ماوس وقتی که به شکل فشار یا داون قرار گرفت باز یک عمل اجرا بکن و عمل ما به دقیق قسمت برش پروگرام میکنیم و کد میگیم در قسمت کد بلدر میگیم اوکی میگیم. حالا ما دیگه یک کد میشم، این کدای قبلی هست که ما در ویدیو قبلی هم اینا را کار کرده بودیم. اگر شما میخواین که به این شکل یک فرم از ابتدا بیاد بگیرید، میشه که ویدیو قبلی رو ببینید، این بخش ادامه مو فرم قبلی ما هست. این دیگه نشون میدیم که خب این کد شما میشه به این شکل من نشته کنیم، بین شکل شما نشته کنیم، فقط فرقش هست که چک باکس شما هم دمجا رینیم کرده باشیم به چک باکس و همچنان فیلد پسورد به نام فیلد پسورد رینیم کرده باشین، چون اگه اینا اشتباه باشه باز کد به شما کار نمیکنه. بعد از اینکه کد نشته کردین ایره کنترل اس میکنین، از کیبوردتان کنترل اس یعنی سیو میکنین و ایره کلوز میکنین و من بازم اینجا هم در قسمت دیدم کنترل دبلیو میکنین
کلوز میشه، حالا من دوباره لاگین فرم رو خود باز میکنیم. خب اگر ما فعلا نشتا بکنم دیگه کسان مثال ایزر نیم فصیل و پسورد هم نشتا میکنیم، آل دیجه به شکل استار برمامه. اگر میخواییم که پسورد بیم چی هسته، بیاین دیگه کسان بالای چک باز کلک بکنیم براتان پسورد نشان میتن. اگر ان چک میکنیم پسورد پس به شکل استار میه و کلک میکنیم به شکل پلین تکس براتان نشان میتن. وقت بالای کلک بکنیم اکسس گرانت و اوکی میشه. اگر کدام پسورد هم مثال اشتباه درج میکنیم واضحی است که براتان لاگین نمیشه. مثال ما پسورد به شکل درج کردیم، حالا ما که شو به شکل پسورد وقت ما کلک میکنم با ما اکسس گرانت نمیشه. این هم بود ادامه هم فرم قبلی ما. اگر میخواین که این ویدیو ادامه داشته باشه و ویدیوهای دیگر هم ما براتون ریکارد بکنیم، به شکل این دیتابیس خود توسعه بدیم و این را بسازیم مکمل مثل یک وبسایت مکمل، پس شما لطفا کامنت بکنین ویدیو را تا که میتونین هم را با دوستانتان شیر بکنین، ویدیو را ما لایک نمایید. اگر کامنت و لایک ویدیو ما بیشتر شد ما میریم و ویدیوهای ادامه زیر هم براتون اپلود میکنیم. فراموش نکنید اگر چینل ما رو تا کنید سابسکرایب نکردید پس لطفا چینل ما رو سابسکرایب نمایید و لینک را هم با دوستانتان شریک بسازید و همچنان از چینل اینستاگرام ما به نام کیهان تک دیدن نمایید که در اونجا هم ما ویدیو بسیار کوتاه ویدیو بسیار مفید کمتر از یک دقیقه براتون اپلود میکنیم که تا علم شما در قسمت کمتر سنگ بیشتر شود.